قتل‌های زنجیره‌ای. 14 سال از این قتل‌ها می‌گذرد. اول آذر ماه 1377 دو تن در خانه خود با ضربات چاقو به شکل وحشیانه‌ای به قتل می‌رسند. این دو تن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران بودند. کمتر از 2 هفته بعد در روز 12 آذر محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که برای خرید از خانه بیرون رفته بود ناپدید شد و بعد جسدش در بیابانهای شهر ری پیدا شد. خفه اش کرده بودند. 6 روز بعد هم 18 آذر نوبت ناپدید شدن محمد جعفر پوینده، مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. بعد از پیدا شدن جسدش در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار معلوم شد که او را هم خفه کرده بودند. از این 4 قتل بعدها به نام قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 یاد شد. گرچه در پاییز همان سال و در 28 آبان ماه مجید شریف، نویسنده و مترجم و منتقد مذهبی، کشته شده بود و قبل از آن هم در 3 شهریور پیروز دوانی از زندانیان سیاسی سابق که با فروهرها رفت و آمد داشت ناپدید شد. 14 سال از این قتل‌ها می‌گذرد. امسال هم پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، مثل سالهای گذشته از خانه دومش در مهاجرت در آلمان به ایران رفت تا یاد بود پدر و مادرش را در همان خانه فخرآباد تهران برگزار کند. اما بازگشتش حتی در دوران دولت جدید روحانی هم خوشایند وزارت اطلاعات ایران نبوده است و هنوز پس از 14 سال حتی حداقل 1 دادگاه نمادین بر اساس شواهد و مدارک برگزار نشده است تا بر اساس آن حداقلی از دانسته ها مستند و ماندگار شود. جمهوری اسلامی و دولت مردانش هنوز هم از هر گونه اظهار نظری درباره قتل های زنجیره ای وحشت دارند. به راستی چرا؟ بر قتل های زنجیره‌ای جز به پرونده هایی است که به عنوان پرونده های عمر ننگین نظام جمهوری اسلامی ثبت شدند و حکایت از این میکردش که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع پیشبرنده پروژه‌ای هستش در رابطه با امری که ازش به عنوان شناسایی و حذف عناصر خطرساز نام می‌بردن. خاطرتون هستش که به دنبال جریانی که از اون به عنوان جریان دوم خرداد نام می‌بردن و روی کار آمدن خاتمی، فضایی در داخل کشور فراهم شد که بر اساس اون بسیاری از روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران اینطور احساس کردند که فضا باز شده و از حداقلی از امنیت برخوردار هستند برای نوشتن، برای گفتن، برای فعالیت کردن. و به دنبال این موضوع بود که ما شاهد تقریبا میشه گفت فعال شدن نسبی فضای سیاسی مطبوعاتی در داخل کشور بودیم و این به سرعت در حال گسترش بود. نخست ماجرای کوی دانشگاه رو داشتیم که عملا نشون دهنده این بود که فضای دانشجویی در واقع فعال شده، دانشجویان دارن میرن به سمت اینکه روش اعتراضگری رو پیش بگیرن و مقابله بکنن در مقابل بسته شدن روزنامه ها به طور مثال. و بعد قتل های زنجیره ای بیانگر این بود که وزارت اطلاعات به همون ترتیب که نیروی انتظامی در برخوردشون با کسانی که احساس میکنن میتونن از این فضا استفاده بکنن و در جامعه خطی رو به پیش ببرن، برخوردی هستش بسیار سفت و سخت و به نوعی میتونیم بگیم سرکوبگرانه. در ماجرای کوی دانشگاه نیروی انتظامی، همین سردار قالیبافی که امروز شهردار تهران هست و خواهان این بود که رئیس جمهور نظام بشه و دیدید که در کمپین تبلیغاتی خودش هم چگونه خودش رو به عنوان یک آدم دموکرات عرض شود
اهل مطبوعات، اهل فرهنگ و غیره به اصطلاح جلوه میداد، همون کسی هستش که به قول خودش با افتخار ذکر میکردش که ما دانشجویان و معترضین دانشگاه رو در جریان قیام 18 تیر از خیابان در خیابان قیچی کردیم و حسابشون رو رسیدیم، چون اون زمان باید نقش به اصطلاح پاسدار فرماندهی نیروی انتظامی رو بازی میکردش و بعد نقش شهردار تهران رو و بعدم قرار بود نقش رئیس جمهور نظام رو ایفا بکنه. به همین ترتیب وزارت اطلاعات در استراتژی خودش این رو منظور داشته بود که کسانی که میتونن با حضورشون با قلمشون درد سرساز بشن برای نظام و امنیت رژیم جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازن بایستی حذف بشن. در رأس این جریان سعید امامی، فردی که در واقع خودش رو به این نام معرفی کرده بود، سعید اسلامی، سعید امامی، از عناصر بی‌هویتی که ناگهان در وزارت اطلاعات رسید به مقام بسیار بالایی و تصمیم می‌گرفت درباره کشتار جوانان ایرانی، کشتار روشنفکران ایرانی، اومدن و باندی رو تشکیل دادن که برن به قول خودشون به سراغ شکار مخالفانی که میتونستن درد سرساز بشن. و در این شکار در درجه اول شخصیت‌هایی براشون مهم بودن که اگر زمانی در ایران اعتراضات اجتماعی صورت بگیره قرار بوده که شاهد به صلاح حضور اونها باشیم و اینکه خودشون رو نشون بدن و درد سرساز بشن. مثلا فردی مثل داریوش فروهر، حالا با هر سابقه‌ای که بخوایم در نظر بگیریم همه میدونیم که این توانایی رو داشت که در صورت بروز حرکتی مثل حرکت سال 88 بیاد و نقش‌آفرینی بکنه و با توجه به قاطعیت و جدیتی که در شخصیت وی سراغ داشتیم میتونست در مقابل نظام در وایسه، با نظام در بیفته و درد سرساز بشه. و به همین خاطر که شاید میدونستن که سراغ کی باید برن و چگونه به قول خودشون رفع زحمت بکنن. اجازه بدید در این باره گفتگوی داشته باشیم با آقای سعید بشیرتاش که از نزدیکان خانواده فروهرها هستن. اجازه بدید درودی بفرستم خدمتشون. جناب بشیرتاش، درود میفرستم خدمت شما، به برنامه خوش آمدید. درود بر شما و به همه بینندگان عزیز. سپاسگزارم. جناب بشیرتاش، من داشتم در مورد سابقه تاریخی این موضوع قتل‌های زنجیره‌ای صحبت می‌کردم، اما اجازه بدید بیایم به چند روز پیش و می‌دونم که بیننده‌هامون مایل هستن بدونن که 14 مراسم 14مین سالگرد قتل فروهرها به چه صورت گذشت. اگر شما از جزئیات این مراسم اطلاعی دارید، چون میدونیم که محدودیت‌های زیادی ظاهراً به وجود آورده بودن، لطف کنید برای بینندگان ما نخست یک گزارش کوتاهی در این مورد بفرمایید. بله، مراسم 15مین سالگرد کشته شدن داریوش و پروانه فروهر متاسفانه باز هم مثل سالهای پیش با ممنوعیت روبرو شد. وزارت اطلاعات و همینطور وزارت کشور اجازه برگزاری مراسم رو ندادند. حتی اجازه برگزاری مراسم در منزل فروهرها رو هم ندادند. البته یک فراخانی رو پرسو فروهر و آرش فروهر داده بودن برای برگزاری مراسم، ولی عده‌ای از نیروهای امنیتی از ساعت حدود ساعت 12، چون برای ساعت 3 این فراخان رو داده بودن، حدود ساعت 12 و وارد منزل فروهرها میشن، دوباره به قتلگاه پس از 15 سال وارد میشن و پرسو فروهر اعتراض میکنه به اونها و به اونها میگه برن بیرون و اونها میگن که اگر اینها نتونن در خانه فروهرها باشند و فیلم برداری بکنند و به هر حال ببینن اوضاع چه خبره، اینها اجازه نمیدن که مردم وارد بشن و چون پرسو فروهر ممانعت میکنه از حضور اینها، اینها از خونه خارج میشن و دو سر کوچه رو به علاوه برای بخشی از خیابان هدایت رو میبندن، باعث میشه که ترافیک سنگینی در اونجا ایجاد بشه، چون بسیاری از مردم میخواستن برن اونجا و حتی ترافیک تا حدود به خیابان لاله‌زار هم سنگین بوده. به هر حال چند صد نفر در
خیابان هدایت جمع شده بودن و جناب بشیرتاش عذر میخوام، خانم پرستو فروهر رو روی خط تلفن داریم با توجه به اینکه امکان قطع ارتباط وجود داره، اگر اجازه بدید من با ایشون گفتگوی کوتاهی داشته باشم و باید میایم از حضور شما استفاده خواهیم کرد. خانم فروهر خدمت شما درود میفرستم. خانم پرستو فروهر سلام به شما. با این توضیح که من بسیار بد میشنوم صدا رو، بله اگر صدای من رو دارید من خدمتتون درود فرستادم، سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور به هم رسوندید. میخواستم داشتم از آقای بشیرتاش میپرسیدم یک گزارش کوتاهی در مورد چگونگی برگزاری مراسم 15 سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، اگر ممکن است جزئیاتی در این مورد دارید بفرمایید که بینندگانمون در جریان باشن. خانم پرستو همونطور که من چند بار توضیح دادم، متاسفانه امسال هم این مراسم با ممنوعیت روبرو شد. منتها تفاوتی که داشت این بود که از ابتدا ممنوعیت رو اعلام نکردن به صورت کاملا واضح، بلکه در احضاری که من شدم به وزارت اطلاعات شرایطی رو تعیین کردند با چنان چارچوب‌های غیر منطقی، از جمله اینکه صرفا خویشاوندان و همسایه ها حق حضور در این مراسم رو خواهند داشت که واقعا به معنای همون ممنوعیت بود بدون اینکه واژه ممنوعیت به کار برده بشه. منتها ما برادرم و من همچنین نزد ملت ایران فراخوان داد برای این مراسم و از عموم دعوت کردیم برای شرکت در اون. این فراخوان در روزنامه رسمی اطلاعات چاپ شد و خب این باعث خوشبینی شد که شاید گشایشی باشه و بشه این مراسم رو برگزار کرد، در حالی که از صبح تقریبا عده‌ای شروع به آمدن کردند به خونه و یک جمعیتی حدود 50 نفر تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی یک ساعت پیش از آغاز مراسم جمع شده بودند. نیروهای انتظامی که در کوچه بودند شروع کردند چند نفرشون به داخل خونه اومدن که با اعتراض من و دیگران روبرو شدند. از اونها خواستم خونه رو ترک کنند به دلیل اینکه اون خونه حرمتی داره، فضای درونی زندگی ماست و به هیچ وجه نباید اجازه داد که ماموران امنیتی، کار امنیتی که به ناحق در فضاهای عمومی میکنند دیگه به درون فضاهای خصوصی بکشند. و از صورت اونها رفتند ولی بعد هم دو سر کوچه رو بستند و از اون به بعد دیگه هر کس که خواست وارد خونه بشه اجازه ندادند. تعداد زیادی از مردم عادی، شخصیت‌های سیاسی اجتماعی که آمده بودند در دو سوی این نرده‌ها به هر صورت ردیف ماموران ایستاده بودند، عده‌ای ایستادند مدت طولانی، سرود خوندند. ما هم که در اون خونه بودیم، مراسمی که تدارک دیده بودیم انجام دادیم و به هر صورت انسان هم در این شرایط محدودیت و ممنوعیت در واقع این مراسم برگزار شد، ولی خوشبختانه حضور کسانی که آمده بودند و اعتراض کردند به این شیده ها و بعد پخش خبرهاش نشان از این داشت که اعتراض به چنین شیوه‌هایی همچنان پایدار، یاد اون دو عزیز بزرگ داشته میشه و دادخواهی قتل‌های سیاسی همچنان خواستی است که در جامعه وجود داره. بسیار خوب. خانم فروهر در طول این 14 سال آیا مجموعه تحقیقاتی که شما و وکلا انجام دادن یا
کسانی از این سوی آن سوی شاید اطلاعات و داده هایی رو در اختیار گذاشتن، آیا به شما اجازه داده که بهتر و دقیق تر از آنچه که گذشته اطلاع داشته باشید و آیا اینها کمکی میکنه به اینکه اگر روزی واقعا محاکمه و رسیدگی جدی برای منظور پیش بیاد بشه به طور دقیق دونست که چه گذشته و چگونه باید به اون رسیدگی کرد؟ بودم 10 سال گذشته از قتل‌های سیاسی آذر 77 و بعد هم این پرونده‌ای که تشکیل شد در مورد قتل فروهرها محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، متاسفانه با شیوه های نادرست و کجی که دستگاه قضایی انجام داد تبدیل شد به یک روند غیر عادلانه. دادرسی صحیحی روی این پرونده انجام نشد، تعدادی مأمور اجرای حکم رو به محاکمه کشیدند ولی ساختاری که این جنایت ها در شکل گرفته بود و مأموران می گفتند که از سالها پیش حبس فیزیکی نگراندیشان جز وظایف اونها بوده و به طور کلی آمران و دستور دهندگان این جنایت ها هیچ یک به پاسخگویی و کشیده نشدند، هیچ کدومشون تحقیقات کافی در مورد بسیاری از موارد انجام نشد. به همین دلیل هم ما بازماندگان قربانیان از شدت در این دادگاه سرباز دادیم و اون رو به رسمیت نشناختیم. پرونده در طی یک روند غیرعادلانه مختومه اعلام شد، اما ما همونطور که امسال هم در اطلاعیه‌ای که از سوی سه خانواده فروهر، مختاری و پوینده داده شده، همچنان خواستار یک دادرسی عادلانه بر روی پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 داریم که میتونه نقش کلیدی داشته باشه در افشای جنایتی که در ضد دیگراندیشان در جامعه ما رفت. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم فروهر. میدونم که براتون بسیار دشوار بود که با ما باشید و لطف کردید که این کار کردید. بدونید که یاد مادر گرامی و پدر عزیز شما در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت هستش و همیشه به عنوان نمودها و الگوهای ایستادگی مردم ایران شناخته خواهند شد و درود هم میفرستم به همت شما برای پیگیری این موضوع مهم به نیابت از طرف ملت ایران در طول این سالها. ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما برای شرکتتون در این گفتگو. زنده باشید. زنده باشید. بینندگان گرامی، گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با دکتر سعید بشیرتاش که از نزدیکان خانواده فروهر بودن. جناب بشیرتاش، سوالی که بعد از این همه سال داره مطرح میشه این استش که آیا پدیده هایی مثل این دست تا زمانی که مورد رسیدگی جدی قرار نگیرن، تا زمانی که آمران اون به محاکمه کشیده نشن، فکر نمی کنید که امکان بازتولید اونها در جامعه ایرانی باز هم وجود داشته باشه؟ صد در صد، دقیقا. حقیقتا این دادخواهی خونخواهی نیست، دادخواهی برای اینه که این قتل ها دیگه تکرار نشه، این سرکوب ها دیگه تکرار نشه. صحبت از کشته شدن دارش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده است، در حالی که هفته پیش از کشته شدن دارش و پروانه فروهر مجید شریف رو کشتن. حدود 2 ماه قبلش حاجی زاده رو کشتن و پسر 9 سالش کارون رو که برای دفاع از پدرش وارد اتاق شده بود و اون رو هم سلاخی کردن. حدود 3 ماه قبل، کمی کمتر از 3 ماه قبل از کشتشان فروهرها، یعنی حدود 27 روز قبل از کشته شدن حاجی زاده و پسرش، پیروز دوانی رو کشتن. در کل اینها قتل هایی که از سال 1367 اگر بگیم، با قتل دکتر سامی اگر احیانا بگیم، قتل های خارج از چارچوب خود حتی قانون جمهوری اسلامی در خیابان ها و
کوچه ها و خانه های مردم رخ داده علیه این مخالفین سیاسی، تعدادشون چند صد نفر هست که من خودم دقیقا تعدادشون رو نمیدونم، کمتر گمون نکنم کسی هم بدونه، ولی تعداد 57 اسم رو من خودم همین چند وقت پیش دیده بودم. اگر و صحبت از 135 نفر کشته رو آقای اکبر گنجی در کتابش کرده بود، و اگر همین 135 نفر رو بخوایم از آغاز روی کار آمدن آقای خامنه ای تا آذر 77 حساب بکنیم، یه چیزی حدود 1.5 کشته در ماه، یعنی بین 1 تا 2 کشته در ماه، به صلاح یعنی 2-1 تا 2 نفر از مخالفین جمهوری اسلامی در ماه به قتل می‌رسیدند. خب گمان نکنم هیچ رهبر سیاسی در دنیا باشه که ببینه ماهی 1 نفر ماهی 2 نفر از مخالفاش دارن کشته میشن و هیچ قاتلش هم پیدا نمیشه و شک نکنه که این اتفاقات چگونه میفته. من به نظر من آقای خامنه‌ای خودش طراح اصلی این قتل‌های سیاسی بود پس از اینکه به روی کار اومد. و به هر حال این هم در چارچوب همون سیاست کلی حکومت هستش که یک زمانی از طریق اعدام زندانی سیاسی، یک زمانی از طریق خالی کردن زندان ها و سپس از طریق زدن به سرها چهره های بسیار مهم فرهنگی و سیاسی کشور، و بعد از کشته شدن، بعد از آذر 77 هم میبینیم به هر حال خانم کاظمی، به هر حال زهرا کاظمی و چند نفر دیگری هم بودن که در حال در زندان به هر حال کشته شدن، یا ستار بهشتی، به هر حال همه اینها رو به عنوان قتل سیاسی میشه در نظر گرفت و متاسفانه هیچگاه آمران این قتل ها مجازات نشدن، محاکمه نشدن و حتی مجریانش هم اگر در مورد دارش و پروانه فروهر محاکمه شدن بعد از مدتی آزاد شدن. و تا زمانی که دادخواهی به صورت صریح صورت نگیره همیشه احتمال این هست که به هر حال دوباره جمهوری اسلامی موقعی که احساس کنه در خطر هست دست به این کارها بزنه. بله ببینید جناب بشیرتاش، به نظر میرسه که نظام جمهوری اسلامی سیاست خودش رو از همون ابتدا البته گذاشته و مبنای حذف مخالفان. میدونید یه موقع هستش ما نظام های دیکتاتوری داریم که مهار کردن اونها، ترسوندن اونها، سرکوب اونها رو به طور مثال معیار قرار میده، ولی جمهوری اسلامی بر نمیدونم مبنای احتمالاً پایه های ایدئولوژیک خودشون از همون ابتدا ترجیح دادن که فرد رو از لحاظ فیزیکی حذفش بکنن تا به اصطلاح براشون دردسرساز نباشه. و این جالبه که افراد بدون اینکه خودشون بدونن میرن جز به اون حلقه هدفگیری در واقع نظام، و به خاطر کارکرد عادی که دارن، مثلا کارکرد حرفه‌ای که دارن، به طور مثال من میتونم اشاره بکنم به آقای دکتر فلاح یزدی که یکی از این به اصطلاح قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است و تنها جرمش این بوده که پزشک آقای منتظری بوده به طور مثال، که این آدم رو میرن جلوی فرزندانش در واقع به قتل میرسونن. بنابراین میبینیم که هیچ گونه معیاری وجود نداره در مورد اینکه چه کسی میتونه جزء هدفگیری قرار بگیره. از زمانی که شما ارتباط پیدا میکنید با یک موضوعی که همونطور که شما اشاره کردید به نقش کلیدی خامنه‌ای به طور مثال، رهبری به طور مثال باش مشکل داره، اینو میذارن جزء لیست سیاه و حالا اگر ماه بعد نباشه 6 ماه بعد میرن سراغش و به نوعی حذفش میکنن. من فکر میکنم جناب بشیرتاش تا زمانی که این نظام حذف فیزیکی به طور نهادینه داره توسط جمهوری اسلامی اعمال میشه، توهماتی که این سوی آن سوی دامن زده میشه در مورد استحاله، اصلاح پذیری، تغییرات تدریجی و غیره یه مقداری در واقع رویایی باشه. میخوام نظر شما رو در این مورد جویا بشم. بله درست میفرمایید. اصلا ساختار نظام جمهوری به گونه است که نظام جمهوری اسلامی به گونه است که امکان اصلاح رو نداره. بعضیا میان جمهوری اسلامی رو با رژیم گذشته مقایسه میکنن، در حالی که رژیم گذشته یه قانونی داشت که میشد به هر حال مخالفا بخوان که این قانون مشروطه پیاده بشه و با اجرا شدن اون به هر حال ایران به یک مردم سالاری میتونست برسه، اصلاح میتونست بشه حکومت. این حکومت
حتی اگر مخالفین بگن به قانون پیاده بشه، خود قانونش حاکمیت مطلقه فقیه هستش. بله. و حتی تفسیر خود این قانون با این آقایون روحانیونی که در شورای نگهبان قرار دارن که اینها هستن میتونن این قانون رو تفسیر کنن، به اصطلاح روح آخوندهایی که به هر حال بسیار واپسگرا هستن و بعضا در اونها در میان اونها جنایتکار هم هستش، در میان این اعضای شورای نگهبان، در میان این آخوندهای واپسگرا. من به نظر من اصلا امکان اصلاح در درون جمهوری اسلامی نیست. خب مردم بعضی موقع ها امیدهایی میبندن، مثلا پس از آزادی گروگان ها امید بستن که خب الان سیاست کلی جمهوری اسلامی حالا عوض میشه، جو انقلابی بود حالا بهتر میشه، یا پس از جنگ ایران و عراق، پس از قبول قطعنامه، یا مثلا پس از به اصطلاح روی کار آمدن خاتمی، یا پس به اصطلاح همین الان هم که به اصطلاح این عقب نشینی سنگینی که در مورد مسئله اتمی کردن، ولی اینها فقط برای نگهداشت رژیمه. یعنی هر جایی که جمهوری اسلامی احساس کنه که زور طرف مقابل خیلی زیاده و رژیم در آستانه در حال سقوط یا در حال مشکلات بسیار زیادی رو داره، مجبور به عقب نشینی کنه. اینها من به نظرم جز با فشار عقب نشینی نمی کنن. با یک فشار مستمر حدود 8 سال 7 سال غرب در زمینه حقوق بشر، در زمینه مسئله اتمی بر اینها فشار آورد و دیدیم که اینها چگونه عقب نشینی کردن. در مورد قدنامه 598 هم همین، در مورد گروگانگیری هم همین. اینها جز با فشار عقب نمی نشینند. و اینکه طبق انتظار داشته باشیم که جمهوری اسلامی به هر حال از طریق اون سازوکارهای درون حکومتی میشه اصلاح استحاله بشه، به نظر من اصلا امکان پذیر نیست. بسیار عالی. شما اشاره کردید به صلاح مسئله فشار. من میخوام که چون به پایان وقت رسیدیم، آیا فکر نمی کنید جناب بشیرتاش که اگر قرار باشه این فشارها صرفا از جانب قدرت‌های خارجی باشه، قدرت‌های خارجی به واسطه دخالت دادن پارامتر منافع اقتصادی، منافع سیاسی خودشون، امنیت در منطقه و مسائلی از این دست بتونن تخفیف قائل بشن و فرجه بذارن برای مسئله حقوق بشر که نظام بتونه اونها رو راحت پایمال کنه، فکر نمی کنید که در این حال و همزمان فشار نیروهای اجتماعی، فشار نهادهای در واقع مردم محور از داخل لازم باشه برای تسهیل و تسریع این عقب نشینی ها؟ بله، فشارهای خارجی به هر حال برای حفظ منافع خودشون هست. من مثالی که زدم گفتم که اونها که فشار میارن در ثانیه سیاست خارجی، موقعی که اونها فشار میارن خود جمهوری اسلامی به هر حال عقب میشینه. در داخل هم این وظیفه ماست که باید بر جمهوری اسلامی فشار میاریم. و فشار در داخل اگر به صورت مستمر پیوسته و به صورت به هر حال مردم یک همبستگی ملی باشه، در مثلا در جنبش سبز ما دیدیم با اینکه به هر حال در یک جنبشی نبود سراسری فراگیر در کل ایران، با این همه فشار بسیار سنگینی بر این حکومت آورده شد و این حکومت حکومتی نیست که در برابر یک جنبش همگانی بتونه سرکوب بسیار شدیدی رو انجام بده، چون به هر حال مثل حکومت سوریه نیست که یک فرقه خاصی به هر حال بر حاکم باشه بر جامعه. من به نظر من کاری که مردم ایران باید بکنن، کاری که گروه‌های سیاسی باید بکنن، فشار مستمر در درون از طریق به هر حال مبارزات مدنی. ما یه نمونهش رو تو جنبش سبز دیدیم، میبینیم که مثلا در روز عاشورا تمام پاسگاه‌ها دیگه به هر حال بدون محافظ شده بود، یا در 25 خرداد 88. من به نظر من راه برون رفت از بنبست فعلی چیزی نیست جز فشار مردم بر جمهوری اسلامی برای برقراری یک مردم سالاری. وگرنه اینکه خیال کنیم خب اینها از یه بحران وحشتناکی گیر کرده بودن در مسئله اتمی، مجبور بودن عقب نشینی کنن، خطر حمله نظامی بود، برحال اینها دیگه پولاشون نمیتونن دسترسی داشت، قرار بود حتی کنگره آمریکا فروش نفت ایران رو به طور کامل ممنوع بکنه، اینها مجبور به عقب نشینی بودن. ولی اینکه خیال کنیم چون برای حفظ حیاتشون اونجا عقب‌نشینی کردن، حالا میان حکومت رو هم میان تحویل مردم میدن، همچین چیزی به نظر من یک توهمه. و راه برون رفت از بنبست فعلی برای مردم ایران چیزی نیست جز مبارزه برای برقراری مردم سالاری رو در رو با جمهوری اسلامی. زنده باشید. بسیار از شما سپاسگزارم دکتر سعید بشیرتاش، و به امید گفتگوهای بعدی با شما. سپاسگزارم، منم از شما. زنده باشید. خیلی ممنون.